نمایندگان مجلس ایران بعد از بازگشت از تعطیلات در چند طرح جداگانه به دنبال استیضاح حداقل 4 وزیر دولت محمود احمدی نژاد هستند. در این طرح‌ها از وزرای آموزش و پرورش، صنعت، ورزش و کشاورزی به عنوان کسانی که احتمالاً استیضاح می‌شوند یاد شده. آرش سیگارچی نگاهی انداخته به دلایل نمایندگان برای طرح استیضاح این وزرا. میگویند سنگ بزرگ علامت نزدن است. این را نمایندگان تازه کار مجلس نهم قبول ندارند. 2 روز است که از تعطیلات 2 هفته‌ای برگشتند و حالا میگویند میخواهند 4 وزیر دولت را استیضاح کنند. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، موسی‌رضا ثروتی نماینده بجنورد از حامیان استیضاح او. میگوید مشکلات نیروهای آموزشیاری و حق و تدریسی بر جای مانده، اما وزیر آموزش و پرورش 20,000 کارمند غیرقانونی استخدام کرده است. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، حسن کامران نماینده اصفهان میگوید طرح استیضاح آماده است با 51 امضا و برای 20 دلیل. چندتایشان دخالت در فدراسیون‌ها و انتصاب و عزل‌های نابجا. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت. فتح‌الله حسینی نماینده قصر شیرین هم میگوید طرح استیضاح با 20 امضا آماده است. مهمترین دلیل استیضاح گرانی‌های اخیر و ناتوانی وزیر در کنترل بازار. صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی. اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان میگوید طرح استیضاح خلیلیان با 24 امضا آماده است. دلیل استیضاح نابسامانی در عرصه کشاورزی و افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی. لابد منظورش گرانی اخیر مرغ است. این رفتارها عاملی است که طرح استیضاح باید با حداقل 10 امضا و رسما به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود. بعد از اعلام وصول وزیر ظرف 10 روز برای استیضاح در مجلس حاضر می شود و اگر نتواند رأی اعتماد مجلس را کسب کند برکنار می شود. اگر جلسه استیضاح هر کدام از وزرای دولت برگزار شود، اولین استیضاح در این دوره مجلس خواهد بود. غیر از این 4 طرح استیضاح، نمایندگان از طرح استیضاح وزیر کار هم گفتند. پرونده ای از مجلس قبل سوابق محکومیت متعددی داشتند. سعید مرتضوی قاضی متهم در پرونده کهریزک و این روزها رئیس سازمان تامین اجتماعی. در آخرین هفته های مجلس دوره قبل نمایندگان تلاش داشتند شیخ الاسلامی وزیر کار را به خاطر انتصاب مرتضوی استیضاح کنند، اما با وساطت افرادی چون غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی استیضاح منتفی شد. قرار بود مرتضوی استعفا دهد که در نهایت چنین نکرد و اکنون برخی نمایندگان از استیضاح احتمالی وزیر کار میگویند. نمایندگان مجلس میگویند در طرح‌های استیضاحشان جدی هستند، اما معمولاً عواملی خارج از مجلس بر تصمیم نمایندگان تاثیرگذار است. مهمترینش نظر آیت الله خامنه‌ای و شما نمایندگان محترم. رهبر جمهوری اسلامی بارها در سالهای اخیر مانع برگزاری روند استیضاح وزرای دولت احمدی نژاد شده است. به تازگی هم یک نماینده مجلس فاش کرده علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با آیت الله مصباح یزدی استیضاح وزیران را صلاح ندانسته است. آرش سیگار